آقای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، برای بحث بیشتر اینجا در استودیو ما هستند. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام و وقت شما بخیر. ممنون. آقای مسجدی، آنچنان که اعضای مجلس نمایندگان از توسعه نامتوازن در پایتخت و همچنان ولایت ها اینا شکایت دارند، میشه بگوین که در بودجه امسال مالی چقدر پروژه ها در پایتخت عملی خواهد شد، چقدر در ولایت هاست و یا مو اصل توازن در این پروژه ها به نظر گرفته شده؟ من تشکر میکنم. من نمیفهمم، فکر کنم شاید یک کمی ناوقتر شده باشه که وکلای محترم سر توازن بودجه صحبت میکنن، چون واقعا سند بودجه به حدود یک ماه در مجلس نمایندگان به خاطر نظریات نیک و پیشنهادات اینها بودن که بالاخره بعد از اینکه قناعت اینا فراهم شدن بودجه را به تصویب رسانیدن و ما توانستیم که بر بار اول با گرفتن بیشتر از 130 رای از مجلس نمایندگان بودجه تصویب شد و ما بتانیم او را به کابینه بره و بعد از او به مصرف برسانیم. برای 399 میلیارد افغانی که اگر ما 124 میلیارد افغانی از این انکشافی قرار بتیم، تمامی از این در سراسر کشور در پروژه انکشافی مصرف میرسه. هر ولایت از خود بودجه انکشافی به حساب متفاوت را میبره. مثلا ولایت کابل 15 میلیارد افغانی بودجه انکشافی میبره. مثلا ولایت هرات و بلخ و ننگرهار در حدود 16 میلیارد افغانی، خوست و پکتیکا و کاپیسا 2 میلیارد افغانی، مثلا ولایت هلمند 10 میلیارد افغانی. یک چیزی که باید متاسفانه ای را بپذیریم، هنوز کدام طرح یا مقرره یا یک قانون در مورد از این که توازن چی است وجود نداره. آنچه را وزارت مالیه به توازن اساس قرار میده، او ساحه یک ولایت است، ولی از ساحه هم مهمتر نفوس یک ولایت است، ضرورت انکشافی یک ولایت است و ضرورت مردم است. پس در اول سال به اساس امی شاخص هایی که پیش ما موجود است، ما به هر ولایت و به اساس ای که کدام وزارت چقدر به حساب پروژه را براستی میتونه که به حساب به تطبیق بساره، ما به این ولایت ها بودجه میدیم. پس برای ما چیزی را که ما توازن میگیم اویی است که چقدر مردم ما در یک ولایت زندگی میکنن، چقدر ضرورت از او ولایت به انکشاف است، چقدر ساحه از او ولایت است، این پروژه ها را تعیین میکنیم. تمام یعنی همین اصل مد نظر گرفته شده در بودجه امسال. بله، تمامی از این پروژه ها را ما در سند بودجه ملی می گنجانیم، به حیث یک سند مکمل به پارلمان افغانستان میدیم. اونا بعد از اینکه بررسی میکنن، میبینن، بعد از اینکه نظریات خود میپیتن، زمانی که اینا بودجه را به تصویب میرسنن، معنای از این میتن که اینا از بودجه راضی بودن یا از سند بودجه راضی بودن، به خاطر به تصویب رساندن. پس به ملت خودی را گفته میتونیم که وزارت مالیه توازن اصل را مد نظر گرفته و پروژه های انکشافی را به تطبیق میسپاره. بله. آقای مسجدی، روی ازی هم صحبت بکنین که شما میگین که خب اعضای مجلس نمایندگان باید در زمانی که تصویب میکردن بودجه باید توازن اینا مد نظر گرفته میشد. اعضای مجلس یک پیشنهاد کنا دارن که توازن اونا به این اساس میگیرن که مثلا هر ولایت باید با مو بودجه کافی و بر بنیاد نیازمندی هاشون باید مد نظر گرفته شود. اونا میگن که اینمی کار در بودجه سال مالی امسال صورت نگرفته. ما همی دقیقا چیزی را که شما فرمودین همی کار کردیم که نظر به نیازمندی های مردم ما، نظر به نفوس یک ولایت ما در اونجا بروژت این کردیم. مثلا ما نمیتونیم که عین پول را که ما به ننگرهار میتیم که به میلیون ها نفوس داره به کاپیسا بتیم. ما پول را که به پنچیر میتیم نمیتونیم که مثلا ما به هلمند بتیم. پول را که به پکتیا میتیم مثلا ما نمیتونیم که به بادغیس بتیم، چون تعداد نفوس، تعداد نیازمندی های مردم ما متفاوت است. ولی آنچه را که ما میتوانیم ای است که در هر ولایت ما پروژه انکشافی موجود باشه. خردترین ولایت هم شما بگیرین در حدود بیش از یک میلیارد افغانی در اونجا پروژه انتخابی. خب مجیدی، 300 پروژه انتخابی در سند بودجه امسال ما داریم و 30 پروژه جدید داریم. تنها پایتخت اگر ما مثال بزنیم، چقدر از این پروژه ها در پایتخت از کمالی میشه؟ ما دقیقا فعلا امو ارقامی ازی که ازی چه داده ازی در مرکز به حساب به تطبیق سپرده میشه فعلا ندارم، ولی پروژه انتقالی را که ما بس به بودجه ملی افغانستان یا بودجه جدید آمدیم، جمعی 30 پروژه را که شما نام بردین که جدید شامل شده، تمام ازی پروژه های انکشافی است. تمامی از این به خاطر انکشاف از این مملکت است. مثلا یعنی ما تا جایی که سند بودجه ملی را ما خودم مطالعه کردم، در ایتو ولایت نیست که ما سرک مد نظر نگرفته باشیم، برق مد نظر گرفته نباشیم، شفخانه مد نظر گرفته نباشیم، پوهنتون مد نظر. حتی در خردترین ولایت های ما هم 50 بستره، 100 بستره، 20 بستره شفخانه است، مکتب در ولسوالی هایش مد نظر گرفته شده، سرک مد نظر گرفته شده. ولی اساسا یک چیز باید ما قبول کنیم، اویی است که بودجه انکشافی افغانستان
افغان در یک سال نمیتونه که تمام نیازمندی های مملکت برآورده کنه. 124 میلیارد افغانی در برابر نیازمندی کشور ما هیچ چیزی نیست. بسیار یک پول ناچیز است. آنچه را که در توان ما است ما میکنیم، آنچه را که همکاران بین‌المللی به پول افغانستان کمک میکنه به بودجه ما از او استفاده کردن نظر به اساس و نظر به نیازمندی های مردم ما پروژه میسازیم. بله، در کنار از این روی ازی هم صحبت بکنیم، با زمانی که تصویب شد بودجه از طرف مجلس نمایندگان میشه بگوین که چقدر از تخصیصات از طرف شما به اجرا گذاشته شده تا کنون و این بار برخورد وزارت مالیه با نات هایی که کمترین مصرف بودجه توسعه در جریان امسال مالی خواهد داشتن چگونه خواهد بود؟ خب خوشبختی امسال در این بود که بودجه بسیار وقت ای چیز شد به تصویب رسید، ما وقت زیاد داریم مثلا که بتونیم بودجه را حداقل فیصدی بیشتری به مصرف برسانیم. دمی حاضر خب ما وزارت مالیه آماده پرداخت است، کدام مشکلی نداریم، اما پروژه های انکشافی اکثرا در اوایل سال یک مقدار زمان را به خاطر مراسم تدارکاتی و اداریش در بر میگیره. در مورد وزارت ها در سر سال ما چیز گفته نمیتونیم، در میان سال ما یک بررسی را انجام میتیم که از او بررسی حتی پارلمان افغانستان هم خبر میشه، اینا و کابینه افغانستان هم خبر میشه. ما نهادهایی که نتونن بودجه انکشافی خود به درستی مصرف کنن هم مسئول بر نهادهای پاسخگوی حکومتی هستند و هم مسئول به پارلمان افغانستان هستن، هم مسئول به ملت ما هستن. و آنچه را که حداقل وزارت مالیه به اساس قانون صلاحیتش داره میکنه او است که پول را که به مصرف رسانیده نمیتونه، او را ما به یک نهادی که پول به مصرف میرسونه به اونا تسلیم میکنه. پس چون روی ظرفیت شون کار میشه تا یک پول انتقال داده شه به یک نهاد دیگر، پس روی ظرفیت همون نهاد کار شه که اونا بتونن بودجه خودن به گونه درستش تطبیق بکنن. ما واقعا سر ظرفیت سازی کردیم، چیزی را که در توان وزارت مالیه دیدیم. مثلا اگر شما ببینید در سال 2014 فیصدی مصرف بودجه ما در 64% بود، در سال 1397 یا 2018 ما ایره رساندیم به 91%. یکی از علتهای از این کار با ظرفیت سازی از این است، ولی ظرفیت سازی کل از اینا را وزارت مالیه کرده نمیتونم. متاسفانه بسیار بخشش باشم، تغییر و تبدیل در ادارات بسیار زود صورت میگیره. مثلا اشخاصی را که در ادارات تعیین میکنه وزارت مالیه رقش نداره، ولی وزارت مالیه با آن هم در میان سال هفته وار با اینا صحبت میکنن. در صورتی که مشکل باشه که وزارت مالیه همکاری کرده میتونه در ترتیب بودجه، در ترتیب پروژه ها، در پیش بینی تدارکات، در مسائل دیگه ما هستیم، ولی با آن هم بعضی اوقات و واقعا همی است که نبود می خود ظرفیت باعث ازی میشه که بودجه به درستی به مصرف نرسه. چیزی است که در 1398 وزیر مالیه با بسیار با وضاحت با تمام وزارت ها گذرد کرد که اگر وزارت نتوانه واقعا به خاطر ظرفیت داخلی خود پول به مصرف برسانه، یک وزارت به حساب مسئول خواهد بود که بعد از اینا سوال میشن و ملت باید پاسخ بگه، به وزارت مالیه پاسخ بگه و به مقامات عالی حکومتی پاسخ. خیلی کوتاه بگوین که پیش بینی تان بر امسال مالی چقدر از در بخش بودجه توسعه مصرفش؟ خب ما توان خود میکنیم که ان شاء الله حداقل به 91% را که در سال 1397 داشتیم برسانیم، ولی کوشش های ما و هدف ما همیشه بالاتر از آنچه که ما در سال گذشته انجام دادیم میباشد. بله، تشکر آقای شمروز خان مسجدی، خانگوی وزارت مالیه. سپاس از اینکه با ما مزرفتیم. بخیر باشم، از شما بخیر.